که خوندیم گفتیم که توصیه نشد برای پالکوتومی. یه ماده دیگه پیشنهاد کردن، گفتن که خب حالا بیاین فریکسولفات رو امتحان کنیم. فریکسولفات مکانیسم به دست آوردن هموستازش این هستش که میاد پروتئین های خون رو رسوب میده، باعث آگلوتینه شدن پروتئین های خونی میشه و بدون اینکه لخته ای به وجود بیاره خونریزی رو کنترل میکنه. دیدن که نتایج موفقیت آمیز بوده و میتونه گزینه درمانی خوبی برای پالپوتومی دندانهای شیری باشه، چون اثرش دیدن مشابه فومپرزول بود و خب اون سمیتی که فومپرزول داشت رو در فریکسولفات نمیبینیم. از چه غذاتی از فریکسولفات استفاده میشه برای پالپوتومی؟ از محلول 15.5% استفاده میشه که اسم تجاریش آستریجیدنت هستش. مطالعه انجام دادن پالپوتومی با فریکسولفات رو مقایسه کردن با پالپکتومی در مولرهای شیری و با هم بررسیشون کردن، دیدن که نتایج پالپکتومی یک کمی بهتر بود نسبت به پالپوتومی با فریکسولفات، اما میزان بقا در هر دو گروه تقریبا مشابه بود. به خاطر همین گفتن که خب مزیت پالپوتومی چی هست؟ زمان کمتری هست. به خاطر همین گفتن که کسانی که دوست ندارن پالپوتومی با فومپرزول انجام بدن دو گزینه درمانی دیگه دارن، میتونن برن سراغ پالپکتومی یا پالپوتومی با فریکسولفات.